بار دیگر در دنیای شطرنج جنجالی ترین و جذاب ترین رقابتی که ما بین دو بازیکن شطرنج باز میتونه روی صفحه شطرنج اتفاق بیفته و شاید حتی بیشتر از اینا پرفشارترین رویارویی ما بین دو انسان توی این کره خاکی شاید توی این بازی باشه. خانم ها و آقایان خوش اومدید به کانال لذت شطرنج، میبرمتون به تایتل تیوزدی، جایی که بازی اتفاق افتاده که همه ما دوست داریم این دو نفر به همدیگه بخورن تا ببینیم چی میشه، کی از اون یکی قوی تره و کی حساب اون یکی رو میرسه. بازیکن مهره سفید هانس نیمان نابغه بدون شک جنجالی ترین بازیکن سالهای اخیر دنیای شطرنج که داستان تقلب و جنجال هایی که براش پیش اومد، چه کسی این جنجال ها رو ایجاد کرد؟ بازیکن مهره سیاه پادشاه دنیای شطرنج مگنوس کارلسن که اینجا اومده شاید انتقام بگیر از هانس نیمان برای اتفاقاتی که افتاده. جنجال ها رو میدونید، اگه نمیدونید برید ویدیوهای قبلی رو ببینید، لینکش رو براتون توی توضیحات میذارم. هانس که خودش رو بابی فیشر جدید دنیای شطرنج میدونه در این بازی کار رو شاهانه آغاز میکنه و با پیاده شاه آغاز میکنه. بازی ها بلیتز شطرنج برق‌آساست، هر بازیکن 3 دقیقه وقت داره، برای هر حرکت 2 ثانیه اضافه میشه، ولی کارلسن میگه ندادش، پادشاه دنیای شطرنج منم شاهانه جوابتو میدم. اسب ها وارد صحنه نبرد میشن و فیل به بیرون میاد. شروع بازی ایتالیایی رو شاهد هستیم. دفاع دو اسب از مگنوس کارلسن حریف رو به حمله کبد سرخ شده دعوت میکنه، ولی هانس نیمان دعوت رو لبیک نمیگه و از جه پنج رو بازی نمیکنه و میگه بریم توی ایتالیای خودمون. اچیش حرکتی که این روزها مد شده، دیدم هیکارو ناکامورا خیلی بازی میکنه، خونه جه پنج رو از اسب و فیل در امان نگه میداره، شاید بعضی وقتا اصلا به دنبال تر جه پنج باشه، حرکتیه که یکم هم میخواد بازی رو به شطرنج بکشونه و از تئوری بیاره بیرون. 3-3 هانس میخواد مرکز رو کنترل میکنه. دشیش نه آقا، اصلا نخواستیم فیلمون بیاد تو سپن مثل ایتالیا و اینا، فیلو شاید بخوام توی هفت بذارم، شاید یه روزی هم به کلم زد جپن فیل جه هفتی چیزی بازی کردم، تا ببینیم چی میشه. آچار هانس میاد پیشروی رو در جناح وزیر آیا شروع میکنه. یه نکته خیلی مهم که همیشه توی ایتالیایی گفتم، رزرو این فیله، باید از چنگال اسب در بریم، پس فیل میتونه دیگه به عقب برگرده، ولی شاید بخواد پیشروی کنه. فیلی هفت پیشروی رو ادامه میده، این بشر چیکار داره میکنه؟ قله و آشیش همینجوری گرفته دستش، پیاده رو مقابل قهرمان جان داره میره، چیکار داری میکنی؟ این من رو یاد یکی از بازی های گری کاسپارو میندازه که توی همین شاخه همچین مانوری رو بازی کرده. بشیش حالا کارلسن میگه داداش این پیاده به نظر تو نقطه قوت بازیته؟ به نظر من نقطه ضعفته، من میتونم بهش حمله کنم، تا ببینیم چی میشه. قله هانس میگه بیا اگه میخوای اسب با پنج بازی کنی پیادهمو بگیر اگه میتونی بگیر. اسب با پنج رو کارلسن بازی نمیکنه، حرکت بسیار وسوسه کننده ایه، چون اگه فیل برداشته بشه شاید بتونیم پیاده رو بزنیم، ولی سفید اول یه فیلو میذاره ده پنج، میگه چیکار میخوای بکنی؟ اگه بزنی اسبت از جریان زندگی ساقط میشه، پس نمیتونی. 3-6 باید بازی کنی، فیلو برمیگردم. حالا اگه جرأت داری اینو بزن، به 4 بازی میکنم، اسب بری عقب، فیلو میذارم بزن، اینو میخوای چیکار کنی؟ فیل پرید، فیل به 5 3-4 کار تمام. پس یه بازی بسیار زیبا رو میتونه سفید اینجا ببره. پس کارلسن نه، گول نمیخوره، فیل میذاره ای6، میگه فیلتو بده ما، این فیل قدرتمندت رو اینجا بده ما. تعویض صورت میگیره، پیاده دوبل برای هانس وجود داره، برای کارلسن وجود داره، ولی خب خونه های مرکزی کلا واسماس الان، کل خونه های مرکزی برای آقای مگنوس کارلسن است. دو وزیر D7 میخواد خب گسترش ساده بده، شاید بخواد رخش رو بیاره اینجا، ارتباط بین دو رخ برقرار میشه، رخ رو میذاره E1. هانس شاید میخواست از 3-4 بازی کنه، ولی اینجا میاد میگه آه اسب F1 از G3، همون کاری که همه توی لوپز انجام میدن ما هم انجام بدیم، رخ D8 اسب F1 و رخ F7. اینجای بازی ما متوجه میشیم که کارلسن خودش هم نمیدونه داره چیکار میکنه، یه بار وزیرش رو میذاره D7، رخ میذاره D8، حالا رخ F7 بازی میکنه، آیا میخواد دوبل کنه؟ ببینیم چی میشه. H3 دوبل میکنه. همین دو حرکت پیش بود داداش، رخ دو گذاشتی D8، حالا میذاری F. این بازی ها بلیتزه، همونطور که میبینید حالا هانس کنترل زمانی بهتری رو هم داره، به وضعیت جالبی رسیده و کارلسن الان دقیق نمیدونه باید چیکار کنه. D5 کنه پیاده E5ش ضعیف میشه، D5 نکنه خود چیکار کنه؟ اسب میذاره G3 و حالا کار برای کارلسن واقعا سخته. کارلسن تصمیم میگیره بره دنبال پیاده. آیا نخود سیاهه؟ آیا واقعا میشه گرفتش؟ هانس فیلو میذاره E3، میگه اگه میخوای برو بگی. اسب D7 باز نشون میده کارلسن که دقیق معلوم نیست چیکار میخواد بکنه و هانس میاد D4 رو بازی میکنه، مرکز رو
در اختیار میگیره. به 4 به 5 هم انجین ها میگفتم میگم خیلی حرکت جالب، ولی دی 4 خودش هم خیلی خوبه، مرکز همون ایدئال ایتالیایی رو رسیده دیگه. ما توی مجموعه ایتالیایی کامل این وضعیت ها رو توضیح دادیم. حالا انجین میگه اسب آ 5، ولی کارسر میزنه میزنه و یه مرکز فوق العاده برای هانس اینجا ایجاد میشه. اسب به 8، صحنه حساس بازی، نقطه عطف بازی اینجاست. شما اینجا با سفید چجوری جواب میدین؟ یه خودتون یه لحظه ویدیو رو متوقف کنین، خیلی جای مهمیه برای درکتون از شطرنج. از جنجال اینا بیایم بیرون، خیلی برای درک شطرنج مهمه. خب سیاه تنها چیزی که میتونه دنبالش باشه گرفتن این پیاده است. بذارین سه تا انتخاب بهتون بدم. آیا د 5 بازی میکنید و اسب رو بیرون میرونید؟ آیا وزیرتون رو میذارید ای 2 پیاده رو دفاع میکنید، یا نه وزیر رو میذارید آ 4 اینجوری پیاده رو دفاع میکنید؟ کدوم رو بازی میکنید؟ دو تای اینها درسته، یکیش غلطه و آقای هانس نیمان غلطش رو انتخاب میکنه. وزیرش رو میذاره ای 2، نشون میده که نه با بابی فیشر خیلی فاصله داره. بابی فیشر میگن توی شد اسپاسکی میگفت فرقش با بقیه اینه که میدونه نقطه عطف بازی کجاست، اونجا رو میشینه کله رو میگیره، خیلی خوب فکر میکنه، کار حریفش رو تموم می نقطه عطفا رو پیدا میکنه. ولی اینجا هانس حالا درسته یه بازی بلیتسه، نمیشه بهش خیلی خورده گرفت، ولی خب حرکت درست رو بازی نمیکنه. اول بریم ببینیم وزیر آچار چی میشه. وزیر آچار خیلی حرکت جالبیه، یعنی یه بازیکنی مثل کرامنیک یا کارپوف بگیم اینجوری با این وضعیت برخورد میکنه. وزیر آچار آقا اسبت رو محدود میکنم، دارم رخو میذارم 3-1. یعنی قشنگ ببین وضعیت انجین میگه باید اینجوری بازی میکرد سیاه. خیلی وضع خطرناکه. وزیر به 5 اصلا اسب اینجا گیر کرده، ستون سی واس ماس، خیلی بازی سختیه برای سیاه و احتمال زیاد میبازه. این مثلا یکی مثل کارپوف. نکته چیه؟ اینجا خونه به 4 توسط وزیر گرفته شد. یکی مثل کاسپاروف چجوری این بازی رو میبرد؟ ده 5 اگر درست میزد. حالا اسب به 4، خب شاید هانس اینا رو دیده، اینجوری هم نیست که نبینه ده 5، ولی میالا اسب به 4 پیاده هم دادیم این پیاده هم چی؟ ولی وزیر ده 2 حرکت زیبا. یه لحظه اول تصور کنیم با این اسب بزنه که بدتره، با این اسب بزنه بهتره. حرکت رو داشته باشین عزیزان، فیلدر چیش، میریم سراغ شاه دیگه. از این به بعد ما شاه برامون مهمه و اگه بزنه رخ وارد ایشیش میشه فوق العاده. همه اینا اینجا هواخوری هستن. کاسپاروف میگفت تعداد مهره در حمله هست که مهمه، نه تعداد مهره روی صفحه شطرنج. حالا داره میزنه، رخ اف 6 نداره، رخ در ای هر، فیل اف 6، اسب اف 5. دقت کنین، رخ ا 4 رخ ج 4 داره میاد، وزیر در 6 داره میزنه، کار همینجا تمومه. این وضعیت دفاع نمیشه برای سیاه. دقت کنین، انجین هم حتی بعد یه مدت میفهمه وقتی یه سوار عقبی انجین بد میده برتری 4، یعنی کار تمومه اصلا، یعنی باید تسلیم شه حریف. این از این. حالا گفتیم شاید بگین خب مریضه مگه، بعد ده 5 زدن از به 4 وزیر ده 2 با این اسب بزنه، باز میزنیم ما، باز زد، باز رخی 6، اصلا کار تموم شده است، وضعیت تموم شده است. بهترین لاین انجین اینه، وزیر 6 رخ در 6 رخ نمیدونم جه 7 اسب 5 رخ 7 میزنیم، میبره سفید این بازی رو. یه همچین طرحی رو انجین میگه سفید این بازی رو میبره. لاینای دیگه ای هم داره، حالا مثلا رخش هم بذاره اچ 7 ما میزنیم شاه در اچ 7 رخ 1 اصلا خیلی ساده. این اسب گیر کردن اینجا مثلا بخواد نداره که وزیر در به 4 میزنیم، چیکار این اسب چجوری برگردونه تو بازی؟ هیچ راهی نداره، بازی اصلا بازی براش معنی نداره، رخ داره میاد 6 و کار تمومه. فوق العاده بود اینو اگه بازی میکرد. ولی هانس میاد چیکار میکنه؟ وزیر میذاره ای 2 و میگه خب بذارش بیادم دفاع کنم از به 4. حالا نه وزیرت میتونه به حمله جناح شاه حمله کنه، نه تو جناح هیچ گیر کرد تو ای 2 وزیرت، رخو میذاره 3-1 که حالا یه فشاری داشته باشه 3-5. حالا بازی کن، پیاده های مرکزی کارلسن به حرکت در اومد. اینجا وضع هانس بدتره، شاید باید به 3 رخاچای چیزی بازی میکنه، ولی میره توی بد بازی کردن، میزنه پیاده های متحرک مرکزی رو به حریف میده. اسب 4 شاید رو اسب 5 چیزی حساب کنه، یهو وزیر میذاره دهب میگه چی کار داری میکنی عزیز، حالا اسب تو تکون بده، اسب 5 3 2 هر جا بری فرق نداره، میاد 3 2 ده 4 تکون بده فیلو، فیلو تو تکون بده بعد حرف دارم، تکون نمیده، رخو میذاره اینجا میگه حالا تکون بده چیکار میخوای بکنی، اونم میگه باش رخ داره تموم کرد کارو. یعنی یه لحظه به کارسن غفلت کنی، یه لحظه کارتو تموم بزنی که هیچ، آشمزی ابدی ایترنال پین و کار تمومه. از 3 6 از طریق هم وزیر فقط کار تمومه، این نمیشه. خب وزیر چیکار میکنه؟ برمیگرده. حالا اینجا کارسه میتونه حتی اینم بده به حریف، این نمیده، شاه میذاره چشت، اسپچ بن میخوای مات کنی بیا مات کن عزیز من،
از 3-6 وارد بازی میشه. اسبه بالاخره برگشت و اس در ای5 وزیر در دش آفیل 3-7. همه مهرهای سیاه رو نگاه کنید، هارمونی قشنگی دارن، حمله به شاه مهرها میتونن هر لحظه وارد بازی بشن و مهرهای سفید کلن هیچ کاری نمیکنن، با هم دیگه هماهنگی ندارن. وزیر میاد ای4، وزیر فف، فقط وزیر توی نبرد نبود وارد نبرد میکنه، اسب به جسه برمیگرده و حالا صحنه حساس بازی، هر دو بازیکن زیر 10 ثانیه وقت دارن در گرمای نبرد. آیا مگنوس کارلسن میتونه کار رو تموم کنه؟ کیش، حرکت فوق العاده بریلیانت، عالی، شاهکار رو بازی میکنه. نمیتونی بزنی و از در دو کار تمومه، پس قابل بازی نیستش. چیکار میکنه؟ با ج میزنه توی F3، مجبور رخ در F3. حالا فیل، مهم این بود که خط فیل رو باز کنیم و گفتم تعداد مهره در حمله هست که مهمه، مهم نیست این رخ و اسب و فیل اینجا چیکار میکنن. کارلسن اون بلایی که هانس باید سر اون میآورد رو حالا سرش میاره. اسب میگن تیمی که گل نزنه گل میخوره، توی شطرنج هم همینه. تعویض وزیر میکنی؟ آقا کارلسن نه داداش، بلا نسبت مهم میشه ما اینجا تعویض وزیر کنیم. و بعد از طرف 4 خب مجبوره که وزیرش رو بده از پیش، میگه امیدوارم که اینجوری کارم تموم بشه، ولی خب مات میکنه آقای مگنوس کارلسن، هانس نیمان بند خدا رو روی صفحه شطرنج نیست و نابودش کرد. و اتفاقی که افتاد، کارلسن قهرمان این مسابقات شد با 10 امتیاز، دنیس لازاویک 9.5 امتیاز، هانس نیمان 9 امتیاز و خوزه مارتینز هم 9 امتیاز. مهدی غلامی عزیز 9 امتیاز آورده توی این مسابقه، فوق العاده بیا بازی داره. ایشالله برسم اون بازی رو هم براتون بررسی کنم و اونم خدمتتون ارائه بدم حالا اگه فرصت بشه. فوق العاده بود این بازی به نظر من، نکات بسیار مهمی رو داشت، به خصوص توی اون نقطه عطف بازی، شروع بازیش هم مهم بود. امیدوارم که لذت برده باشین و من رو هم به هر جوری که خودتون میدونید صلاح میدونید البته حمایت کنید. از شطرنج زندگی لذتشو ببرید.